یک روز پس از شناور شدن کشتی تفریحی کاستا کنکوردیا، خانواده های دو مفقود الاثر این حادثه به جزیره جیلیوی ایتالیا آمده اند. این اولین عملیات شناورسازی یک کشتی به وزن 114 هزار تن در جهان محسوب می شود. دختر یکی از این مفقودان که خود به همراه مادرش در این کشتی بوده و برای اولین بار پس از حادثه غرق شدن این کشتی به این جزیره آمده، هنوز امید خود برای یافتن اثری از مادرش را از دست نداده است. واقعا که چرا بعد از یک سال هنوز او را پیدا نکرده ایم قابل توضیح نیست. امیدوارم وقتی کشتی در وضعیت امن قرار گرفت بتوانیم او را پیدا کرده و به خانه بازگردانیم. آنها همچنین از مسئول عملیات بی سابقه شناورسازی این کشتی تشکر کردند. مرحله دوم این عملیات که از روز پنجشنبه آغاز می شود ادامه تلاش ها برای یافتن اجساد دو قربانی این حادثه است. مرحله بعدی هم یدک کشیدن این کشتی تا یک بندر و سپس تخریب آن عنوان شده است.